مهمون خیلی عزیز و دوست داشتنی داریم که همه مردم ایران دوستش دارن، کلی خاطره دارن باهاش و همیشه تو ذهنها قهرمانیهاش میمونه. حسین جان کبی، خیلی خوش آمدین. سلام علیکم. با عرض سلام و خسته نباشید به شما علی آقا و بینندگان عزیز و دوستاتون که پشت صحنه واقعا ماشاءالله انقدر زیادن. یه خسته نباشی ویژه بهشون میگم. ممنونم که از نزدیک شما رو دارم میبینم. باعث افتخار بنده. قربون شما بودید. یه خاطره رو الان مرور کردیم تو شیراز. بله یادش بخیر. آره یادش بخیر. بله یادش بخیر. شما با پرسپولیس بودیم. بله. منم احتمالاً از شیراز مسافر بودم. بله همون سالی که با پرسپولیس که قهرمان شدیم ما یه بار زیارتتون کردیم تو فرودگاه. افتخار بنده. ما کوچیک شما هستیم. ماشاءالله. ما بازی رو تو برق با برق شد. ما با فجر سپاسی بازی داشتیم. آره فکر کنم مساوی کردیم. آره مساوی کردیم. آره پس ماشاءالله هم جوون موندید، هم خوش قیافه هستید. یه واقعیته. خوش حرف هستید. خیلی خوشحالم که الان روبروتون نشستم. باعث افتخارم. ممنون از وقتتون. خب من اول از خودتون سوال بپرسم، بعد برسیم به پرسپولیس و حرفای دیگه. بله. و تیم ملی و البته اون بخشی که شما رو همه میشناسن، ضربه‌ای که به فیگو زدین، البته به نظرم یه بخشی هم مقفول مونده دیگه. تنهایی که به رونالدو میزدین و رونالدو رو کنترل میکردین و شاید کسی یادش نباشه، ولی اون بازی خیلی خاطر انگیزه برای همه. حسون کیه؟ حسون دیگه را الان گذشته، میتونی راستشو بگیم. حسین کبی که همه میشناسنش علی آقا. من فکر کنم بار دوم دارم میام برنامه پخش مستقیم. واقعیت دارم بهتون میگم، هیچ منتی نیست. ممنونم که عزیز. به منو قابل دونستید. نخواهش میکنم. من به جز آقای فردوسی پور برنامه 90 هیچ برنامه‌ای نرفتم. بله. یه واقعیت. خدافظی کردم. نه کسی از ما استقبال کرد، نه حرفی نه حدیثی. اون موقع خوب بازی میکردیم. چون اهل رابطه و اهل این چیزا نیستم. یه واقعیت. بحث حسون که کردی نمیخوام بحثو عوض کنم. حالا میگه رفته میخواد بحثو عوض کنه. من عادتی که دارم توی خانواده بزرگ شدم، آدم رکیم، کوچیک خونم. حرفمو میزنم از هیچ بنی بشری ترسی نه به جز خدا، چون خدا منو آورده تو این دنیا، گفت رو پای خودت ایستادی حقتو بگیر. من حسون تو خانواده‌ام به میگن حسون، چون کوچیک خونم. من 9 تا برادریم، 4 تا خواهریم، کوچیک خونه 14 نفریم. تو خونه بگور کوچیک بازی میکردیم، میرفتیم ایورو بازی میکردیم، چون بچه ها منو دوست دارن اسممو گذاشتن حسون. حسون یعنی چی؟ حسون عربا میگن تو خونه. خون... آره معنی خاصی؟ نه معنی خاصی نداره. هیچ معنی تتاقاری مثلا؟ آره هیچ معنی خاصی یا چیزی اصلا. الان هم هر وقت دوست دارید افتخار به اون میدید میبرمت اهواز، همون خیابون لشکرآباد انوشه. ببینن چی منو صدا میکنن، منو شما رو میذارم با دوربین پشت من، من میرم جلو، ببین مردم با من. پس این داستان های سقر سن و مثلا شناسنامه داداش و همه کذبه؟ من داشت ندارم. آخر نفر خونه من داشتم. از کجا آوردم؟ چهار آخرین نفرم. بعد ببخشید 14 نفرین. من داش از کجا آوردم؟ خب اگر شایع بشه، متاسفانه تو مملکتمون اگر شایع بشه اینقدر بزرگ میشه، اگر زوم کنن سر یکی اینقدر بزرگ میکنن این موضوع. من اصلا به این چیزا توجه نمیکنم، اصلا توجه نمیکنم، چون من احساس میکنم میگم دلم پاکه، شکمم خالیه، اونم دست خداست. من میتونم شما رو گول بزنم، این همه آدم میتونم گول بزنم، خدا رو که نمیتونم گول بزنم. ببخشید یه آدم دهاتی، یه آدم روستایی، یه آدمی که از اهواز بلند شده و اومده، هیچی، نون شب و نداشتیم، رو پای خودم ایستادم، خدا نگام کرد. چه دلیلی داره من دروغ بگم به مردم؟ فوتبالم تموم شد، درسته؟ میشنم حرف حق و حرف واقعیت رو زدم، که قبلا هم زده بودم. شاید عادت خوبی نیست بعضیا از رکز صحبت کردن، بعضیا شاید خوششون نمیاد. فقط من میخوام به مردم بگم آدم حرف رو که بزنه، حرف دلشو بزنه، چه ترسی داره؟ تو خدا رو داری. آدمای بزرگی دور و برت هستن، آدمای باسواد، باشو میگردی میچرخی، ترست از چیه؟ رو پای خودت ایستادی، شیر مادرتو خوردی. من واقعا از دهات بلند شدم اومدم تو تهران، کی جرأت داره؟ علی آقا، من علی آقا صدات میکنم. نه من کیف میکنم. شما بزرگواری. کی جرأت میکنه میاد تو تهران 16 سالگی بیاد کل ردای تیم ملی کاپیتان باشه؟ کسی از ما تقدیر کرده علی آقا؟ من دلم پر نیست، اومدم با شما صحبت میکنم و کیف کنم. باعث افتخار بنده. من کوچیکتم. حالا راجع به این موضوع و اینکه به هر شکل بیمهریایی که اتفاق افتاده ده. نسبت به حسین کبی حتما صحبت میکنیم. یه خوره بریم سال 2006. بله. یادمه که حداقل حاشیه این بود که دو دستگی تو تیم ملی وجود داره. بعضیا یه طرف هم بعضیا یه طرف دیگه و
حالا به هر شکل نمیشه الان تیمو جمع کرد و شما البته وسط همه این دو دستگی ها خیلی خوب بازی میکردی، یعنی اصلا عجیب و غریب کیف میکردیم بازی تو میدیدیم. دو دستگی بوده یا نبوده؟ اصلا. آه پس یه جمله ای هستش که میگم مثلا تو چش من نگاه میکردم به یکی دیگه پاس میدادن اینا. من اصلا من فرق نمیکنم واسه من. آقای دایی تاج سره. عزیز دلن ایشون. آقای کریمی تاج سره. کل بزرگای فوتبال تاج سرن تا این جوونا. ما هم فوتبالیست بودیم. نه از کسی انتقاد میکنم این جوونا الان که به دوران رسیده، نه اون قبلیا. با همه هم خوبم به جز مربیا. با همه بازیکن‌ها خوبم. مربیا اصلا و ابدا، چند نفر از مربیا اصلا تو جام جهانی هیچ اتفاقی نیفتاده. میدونم درگیری آقای کریمی آقای دایی میگید، بذار مردم بدونن روشن بشه اینجا یه واقعیته، چون خیلی از من سوال میکنن علی آقا تو فرودگاه جای مختلف خیلی از من مردم سوال میکنن. من نمیدونم این شایعه کجا اومده که گفتن آقا بازیکن‌ها نگاه میکنن به اون شخص پاس نمیدن. اصلا درگیری بعد از اردوی اردبیل که اون سالی که آقای کفاشیان رئیس فدراسیون شد، آقای دایی مربی شد، پول نمیرسید به بازیکنان، لباس خوب نمیرسید به بازیکنان. آقای کریمی کاپیتان پول نمیرسید، یعنی شما تو تیم ملی مگه پول میگیرین؟ خب ما میریم اردو بیرون از ایران نباید دلار میدادن کلا قانونا. ما به جز زمان دکتر دادکان همون سال بارمونو بستیم. فکر نکن ما تو لیگ برتر بازی کردیم پول گرفتیم. سال اول پولت، نیم فصل اول پولت گرفتی گرفتی، پولت نگرفتی تموم، قیدشو باید بزن، خط قرمز. ما بارمون بستیم تو تیم ملی. یه نفر تو فوتبال ما دکتر دادکانه. هزار سال دیگه مثل این مرد نمیاد. هزار سال من مینویسم همین الان چه روزی چه تاریخ مینویسم به تو میدم. ما خودمون داریم مردمو گول میزنیم، اول آسیا داریم مردمو گول میزنیم. هنوز لیگمون ببخشید عقب افتاده. به خاطر چی؟ به خاطر 5 تا ورزشگاه چون دوربین ندارن. ما چرا کشور عربی رو باید مسخره کنیم؟ چرا آسیا رو باید مسخره کنیم؟ چرا ما نمیایم واقعیت رو بگیم به مردم؟ داریم گول میزنیم مردم، چرا داریم دروغ میگیم؟ تا کی؟ حالا راجع به این موضوع فوتبال اینا بحث حرفه‌ای و دقیق‌تر. بله. پس تو تیم ملی پاداش میدن، پاداش دلار و این حرف. بله، اصلا درگیری نبود، اختلاف اونجا. بله. اصلا جام جهانی اصلا هیچ درگیری، همشون اینطوری بودن. اصلا همشون خوب بودن. چون رئیس فدراسیون دات کام بود، آقای فرکی بود، برانکو بود، آدمای بزرگ بودن. اصلا هیچ اختلاف، احترامی که به بزرگا میذارن واسه جوونا ما کیف میکردیم. همون حسین کعبی 2006 فوق‌العاده بازی کرد، چون علی دایی بوسش میکرد، علی کریمی که رفیق فابریک منه بوسم میکرد، جواد نکونام بوسم میکرد، سراب بختیاری بوسم میکرد. حسین کعبی با این سن خوب بازی کرد جام جهانی. اصلا هیچ اختلافی نیست. باریکلا یه خورده اون بازو بگو، بازی با پرتغال که هرچ کسی تو ایران الان بگی حسین کبی، یه یاد لگدی میفته که به صورت فیگو زدی. و من فکر میکنم مثلا اون موقعی که میدم تنهایی که به رونالدو میزدی، بازی فوق العاده رونالدو رو گرفته بودی یه تنه دیگه، هیچ کاری نمیکرد. خواسته خدا و کمک بازیکنان عزیزم، چون من بازی مکزیک رو متاسفانه از دست دادیم. گلرمون آقای میرزاپور، من سلام میکنم اینجا به شهر کجا باشه سلامت باشه. آقای میرزاپور اشتباه کرد، بعدن اشتباه از وسط نیمه اتفاق افتاد. میرزاپور اشتباه کرد، رحمان رضایی اشتباه کرد، دوباره میرزاپور اشتباه کرد، ما گل خورد. فکر کنم آقا عادل گزارشگر بود، اون صحنه رو انداختن گردن من. منم هیچی نگفتم، بازیامو کردم اینا. گفتم تنها بازی که میتونم خودمو نشون بدم، کل مردم نگاه میکنن، پرتغال بازیکن آسی داره مثل رونالدو، دکو، فیگو. من تو این بازی بهترین روز منه. آدم یه بار در خونشونو میزنن، یه بار بارشو میبنده. این بازی خدا رو 100,000 مرتبه شکر مقابله یه بازیکنای بازی کرد مثل رونالدو که تقریبا اون سالی که تو منچستر بوده دو بار بهترین بازیکن دنیا شده. روبروش بازی کردم علی آقا، واقعا خیلی سخت. خدا سر شاهده، من هر چی بهتون بگم باورتون نمیشه. من سرعتم که اینقدر زیاده، نزدیک 5 متری 3 متری ازش فاصله میگرفتم، فقط با تک میتونستم توپشو بزنم. واقعا سریع. خیلی سریعه، کلا پا عوض میکنه، نمیتونی، سرگیجه میگیری، اصلا یه توهم دیگه میگیری. واقعا بتونی، ما تو تونلی ساده بودیم خواستیم بریم داخل ورزشگاه، اینو میدیدیم آدم استرس میگیره، ما کجا اینا کجا. فقط خدا سر هزار مرتبه شکر، دعای مردم، من هر چی دارم از این مردم گرفتیش. ولی خدا رو شکر، خدا رو سر هزار. آره دمت هم گرم.
یه خورده راجع به حاشیه‌ات صحبت کنیم. بله. یه مدت البته کوتاهی راجع هر چیز حسین کعبی حاشیه بود. اول راجع به ابروات خیلی حاشیه گفتن ابرو برمی‌داره. بله. بعد میگفتن قلیون میکشه. بله. بعد هر دفعه مثلا روزنامه رو میدیدی رو روزنامه تیتر میزدن حسین کبیر رو در مهمانی گرفتن. بله. از این چیزای یعنی هر روز تو رو تو مهمونی میگه اینقدر حاشیه درست میکردن برات. خدا رو شکر. بخواد تک تک بگیم یه خورده اول راجع به ابرو شما سوال کنید ما تک تک جواب میدیم. ابرو اون موقع جوان بودم. یه واقعیته. الان همین الان سنم اینطور رسید. همین الان هر چی به من میگن انجام نمیدم. اون موقع جوان بودم. هزار بار تکرار میکنم. پایین شهری هم. از دهات اومدم نه این واقعیت علی آقا یه واقعیته آقا افتخار واقعیت. بلند شدم البته که خیلی از عزیزانم از پایین شهر بلند شدن برای این مملکت خب میگم بابت افتخار واسه من که اهوازی ام عرب نشینم خب هیچ وقت زبون مادری رو فراموش نکردم اومدم اینجا به خاطر جوونی به خاطر بازی پخش موسیقی یه کارایی کردم نباید میکردم الان من ناراحتم چون بچه‌م الان پشت صحنه است دوست ندارم اینو بشنوه واقعا دوست ندارم خدا سر شاهده اصلا دوست ندارم در مورد این موضوع چرا آره چرا میگم آقا چون بچه میخواد فوتبالیست بشه این چیزا رو اینا من دوست ندارم جوونی بود و آدم جوون الان همه کار میکنه یه واقعیته نمیشه جلوشو گرفت جوونه دوست داره آقا مثل ببخشید رونالدو بشه مثل مسی بشه نمیدونم کارهای دیگه من نمیتونی جلوشو بگیری یه واقعیت من از مردم از اینجا از مردم معذرت خواهی میکنم با خاطر این اتفاق دستشون هم میبوسم چون واقعا این بچگی من بود تاج سری چقدر آدم کیف میکنه با حرف زدن ما کوچیک شما هست تاج سر خب قلیون چی گفتن قلیون میکشی یا ورزشکارا معلوم تو اگه دوست داری راجع به این موضوع صحبت کنی شما تو فوتبال لیستا با مربیا 25 سال فوتبال هم دیگه اگر یه نفر نمیگم دو نفر یه نفر اوردید گفتید حسین کعبی قلیون میکشه این برنامه زنده است همه دارن میبینن حسین کعبی قلیون سیگار اون موضوع که اسمش رو نمیاریم اگر من دود خورد به دماغم من همین الان تسلیمم پیش شما هیچ چی نمیگم من تو خونه هم نه نمیدونم کجا رفته بودیم تقریبا 10 سال پیش یه نفر یه قلیون درست کرده بود من نشسته بودم خدا سرشاهد علی آقا به اون خدا که بالا سرم داره شهادت میده من یه کامی کشیدم سرگیجه افتادم دوتا خرما به من دادن شما یه نفر اگر وردی تو این فوتبال آدم غریبه فوتبال نه الان خب پشت خط بیاد الان زنگ بزنه من قلیون کشیده باشم سیگار کشیده باشم یه کار دیگه هم کرده باشم برنامه زنده حاضر مردم همه شهادت میدن دیگه من به خاطر پاکی که فوتبال بازی کردم من ببخشید هزار تا ایراد دارم هر کی میگه ایراد ندارم دروغ میگه تو این مملکت هر کی میگی از اون تلیاردرش بگی تا اون بدبختش همه ایراد دارم فقط من اصلاً من یه نفر تو خانواده ما دود میکشه سیگاریه داش بزرگم 60 سالشه به خاطر کی به خاطر استقلال عاشق استقلاله میمیره سر استقلال آقا طرف به خاطر همین من میگم خب این آقا یک سال با من حرف نزد یک سال خونه چون رفتی پرسپولیس آره دیگه خونش هم رام نداد تو خانواده من همه فوتبالیان هم. توضیح بدم این جمله رو کسی به خاطر هیچ تیمی سیگار نمیکشه توضیح بدم یه بار طرفدارای استقلال ناراحت نشن رن ربطی باخه به استقلال نداره نه هر وقت استقلال میبازه هر وقت میبازه سیگارو گرفت دستش هر وقت میبازه آره حالا بعد ناراحت سال... میشه بعد یک سالی که واهمه برای ناراحتیش کاری میکنه این الان واقعا... خودش هم فکر علاقه زیاد دارن به استقلال اینقدر علاقه دارن که به خاطر استقلال داداشش رو خونه راه نداده دیگه ببین چه شرایطی بریم آگهی ببینیم خدمتی بعد راجع به مهمونی هم توضیح بده آدم کیف میکنه باش صحبت میکنه اینقدر رو راسته تمیز شفاف کیف میکنم واقعا خوشی بیه که روبروش شما عزیز نه اینقدر راحت و رو راستری حرف میزنی لذت بخش واقعیته. بریم آگهی ببینیم برگردیم حسین آقا قصه مهمونی رو بگو قصه مهمونی من تو جریان نیستم خیلی روزنامه ها می نوشتن که حسین کبیر رو در مهمانی گرفتن نه نمی زدن حسین کبیر می زدن هیکه آره می زدن هیکه آره من یه بار تو خونه بودم حدودا ساعت یه ربع نه صبح بعد امان الله داشتیم امان الله عکاس الان هم هستش با تیم ملینا بعد یه دفعه زنگ زد به خونه من جواب ندادم زنگ زد به گوشی خانومم گفت حسین کجا گفت چرا گفت شنیدم دیشب گرفتنش تو پارتی
گفت کدوم پارتی حسینی؟ گفت دروغ میگی. گفت گوشه بهش بده. گوشه گرفتم گفتم همون چی شده؟ گفت کل روزنامه تیتر اول خبر ورزشی فکر کنم زده بودن که تو رو گرفتم. کدوم پارتی؟ من که ببخش زن و بچه دارم، مگه میشه زن و بچه آدم بپیچونه بره پارتی؟ بعد همون موقع ساعت حدودا 11-12 رفتم پایین با ماشینم داشتم میرفتم، یه آژانسی رش شد گفت آقا که مگه اینجا و مگه دیشب نگرفتن تو پارتی؟ گفتم کدوم پارتی؟ بله خیلی میزدن تو روزنامه هیکه اینا، همون هیکه میزدن و فلان میزدن. خب خیلی خوب بود واسه من که مواظب باش دشمن داری، خیلی خوب بود واسه من، اصلا نگران نیستم بابت این. توی هنگ کنگ در زمان دوره آقای افشین قطبی اتوبوس تیم ملی گرفتن. هنگ کنگ زمان افشین قطبی نبود که؟ دوره افشین قطبی نیست. بله بله درست میگی. زمان برانکو بود که برانکو استعفا داد، فکر کنم آقای شاروخی بود، فکر کنم که یادمه. خب چی بوده؟ بابت چی اتوبوس رو نگه داشتن؟ آره بابت خب نگه داشتن بابت چی؟ شما نمیدونی بابت چی؟ خب بابت چی نگه داشتن؟ من شایعه خب شنیدم. خب دیگه اگر شایعه شنیده باشی، اون آدمایی که تو اتوبوس بودن معلومه دیگه، اسمشون تو فدراسیون هست دیگه. ببخشید تو اتوبوس حراست ما نداریم؟ گزارش نباید بده فدراسیون؟ درسته؟ ما انواع خلافا رو کردیم دیگه، درسته؟ نه یه واقعیته، ما انواع خلافا رو تو هنگ کنگ، دبی، ایوروار کردیم دیگه. مگه حراست نداره تیم ملی؟ دو تا حراست هم میفرستن. حراست واسه چی میفرستن؟ آمار بدن به فدراسیون، آمار بدن اینور آقا فلان شخص این کارو کرد، فلان این شخص این کار. اگر من دزدی کرده باشم، اینو من شنیدم ها، شنیدم، اگر من دزدی کردم، دزدی کردم، دنبال ناموس مردم من نرفتم. درست. من دنبال منافع چیزای دیگه نرفتم. نه واقعیت دیگه، آدمایی که دارن توهین میکنن به من، من میسپارم دست مردم، مردم باید جوابشون رو بدن. چی شد که از فوتبال خدافظی کردی؟ خب این چی شدش و من به خاطر آقای کریمی بود، یه واقعیته. آقای علی کریمی؟ بله به خاطر علی آقا. علی آقا که رفیقمونه. بله. و بزرگی. بله. بله. علی آقا چون مربی سپیدرو شد، بعد اون سال من خیلی میتونستم کمک کنم، میتونستم بازی کنم. هر بازیکنی که میره با مربیش میخواد جلسه بذاره، نزدیک نیم ساعت یه ساعت به خاطر خدافظی، چون واقعا کسی دوست نداره خدافظی کنه. خیلی از بازیکن‌ها 40 سالشونه، چرا دارن بازی میکنن؟ الان من با این سیستم میتونم بازی کنم. فقط یه حرفی به من زد علی. گفت حسین من یه چیزی بهت بگم. الان خوبی همه تشویقت میکنن تو ورزشگاه حسین حسین. یه بازی سوتی بدی کل ورزشگاه هوت میکنه. گفتم علی آقا رو چشم. 5 دقیقه وسط زمین تو ورزشگاه، فکر کنم سردار جنگر تو رش، 5 دقیقه. من فردا اومدم به هیچ کس هم نگفتیم، علی آقا اعلام کرد و خداحافظی ما انجام دادم. بعد هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط آقای کریمی یه جشنی گرفت واسه من تو رش پیش بازیکن‌ها. فقط آقای کریمی کار کرد واسه من، دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد واسه من. خیلی هنوز که هنوز نمیدونم من خدافظی کردم. خیلی چرا بابت چی میگه من این همه خدمت کردم واسه فوتبالمون؟ این چیزی که الان میگی من فکر می‌کنم مثلا زد و بند و رفیق و رفیق بازی و اینا نداشتی. من نیستم اهل پول دادن، نیستم اهل زیرمیزی، نیستم. یه واقعیته، من این کار رو نمی کنم. من تازه اول برنامه بهتون گفتم من این بار دوم دارم بیام برنامه پخش مستقیم، یه برنامه ای که زنده، یه برنامه فردوسی، یه برنامه شما. چرا این همه 25 سال تو این فوتبالم، این همه خدمت کردم، وظیفمه خدمت کردم به مردم، وظیفمه. خب چرا یه بازی خدافظی نگذاشتن واسه من؟ چرا رو سیستم فدراسیون ببخشید یه تشکری یه بازی خدافظی نگذاشتن؟ آقای تاج من بدی بودم؟ فوتبالیست نبودم؟ چجوری کل پایه‌های تیم ملی کاپیتان بودم؟ بزرگسالم کاپیتان بودم، آدم کوچیکیم. یه نفر بیار تو فوتبال ایران کل پایه‌های ایران کاپیتان بوده، یه نفر بیاری تو سمن، یه نفر. خب چرا؟ ببخشید اینا میبینید اینا رو علی آقا مال چیه؟ مال فوتباله. میدونیم داخل فوتبال پوله، فقط جونمون نباید بذاریم تو خطر. بابت چی اینا نمیدونن مردم؟ این مال فوتباله. یه بار بازی ملوان داشتم ضربه مغزی میشدم که بعدش مونده، عکسش هم نشونت میدم، هر وقت خواستی تو موبایلم هست. یه بازی اولین اردوی تیم ملی که آقای دایی منو بلند که منو برد بیمارستان، فکر کنم یکی از این کشورهای عربی. خب باید اینطوری از من اتفاقی بیفته سر من که هیچ کس نمیاد از حسین کعبی تشکر کنه، نباید کسی در موردش حرفی بزنه؟ چرا؟
چرا هیچ برنامه ما رو دعوت نمیکنن؟ چون من دنبالش نیستم. چرا میگن این آدم رو کی حرفاش میزنه؟ خود تا کی من بندازم داخل شکمم، داخل دلم هیچی نگم؟ تا کی بشینم نگاه کنم تو چش خودم؟ من این برآمدگیایی که رو پیشونیه، بله با عکس مدرک دارم دیگه، تو گوشیم هست الان، هر وقت برنامه‌تون قشو من نشونتون میدم. بازی ملوان با سپیدرود که من دقیقه 3 اینقدر باد کرده، داور بازی گفت برو بیرون، گفتم نه، بازی کردم 80 دقیقه بادم اینقدر، با این سر هم ضربه سر میزنم با این بادش، منو تعویض کردن، بیهوش افتادم، منو بردن بیمارستان. خدا رو شکر کمکارم نبودیم تو فوتبالمون، شاید زیاد دعوا میکردیم تو فوتبال به خاطر اون پیرنه که دوست دارم، نه به خاطر پولش، اصلا به خدا به خاطر اون پیرن. اصلا پول واسه من هر کی میگه از پول بدم میاد دروغ میگه، هر کی میگه، فقط من به خاطر عشق اون پیرن من بازی میکردم. هر کی میخواد باشه پرسپولیس یا ضعیف ترین تیمی که تو ایران باشه، تو هر تیمی بازی کنی عرق اون پیرن، با جون دل، با جون دل. باریکن. پس علی آقای کریمی به شما گفتن که بهتره که دیگه بازی، ممنونشم که این پیشنهاد به من داد. آها، یعنی اینو خوشحال، ممنونم. بله ممنونم، شاید فردا اتفاق بد میافتاد واسه من، کل ورزشگاه هم میکرد یا فوشم میدادن، ممنونشم، دستشم میبوسم، خدا سرشاد. خب ولی دلت تنگ نشده نمیخوای بازی کنی؟ نه اصلا نیستم دنبالش، اصلا سمت فوتبال فعلا نیستم تا این فساد فوتبالی پخش بشه. یعنی مربی نخواهی شد؟ اصلا اصلا ابدا. تا همه تو فساد فوتبالی رو دارید میبینی تو جامعه ما، فقط من فقط به برانکو میگم. خب این همه آدم های مختلف، من کار ندارم با آدم مختلف. علی آقا آبرو تأثیرارا نیورده که، من میگم آدم سالمی نیستم که، هزار تا ایراد دارم که، فقط میگم الان این فساده که تو فوتبالمون دارید میبینید، من چجوری میتونم بچه‌ام فردا بزرگ کنم زیر دسته ای که بذارم فوتبالیست بشه مثل باباش؟ چجوری؟ مگه ما چجوری فوتبالی شدیم؟ اون موقع که اومدیم تهران مدرسه فوتبالی بود، جایی بود، اتفاقی افتاد. الان به هر کجا رفتی یه مدرسه فوتبال، ببخشید الان فوتبال ما فوتبال مایه‌دارا شده، مایه‌دار باشی میتونه بچت موفق باشه، اینا واقعیت بهت میدم. یعنی شما تایید میکنین این قصه هایی که میگن که پول بدین تو فلان تیم بازی کنین، پول بدین؟ با 10 تا انگشت مهر میزنم، مهر میزنم واسه با 10 تا انگشت. خب خیلی متشکرم، خدمت شما عرض کنم که سوالای روبیکیو رو به من دادن که تا 5 دقیقه دیگه توی روبیکا من براتون اجرا خواهم کرد. شما با 10 تا انگشت تایید میکنین که هر کی پول داشته باشه بازیکن یک تیم بزرگ میتونه باشه، مایه دار، باباش تیلیاردر باشه، مایه دار، آدم ضعیف به جان میرسه، مایه دار باشه، باباش پول داره، بچه‌شو بهترین. یعنی میگی دیگه امثال حسین کعبی ها که از یک شهری شهرستانی رشد میکنن و میان میشن بهترین بازیکن تیم ملی و کاپتان تیم ملی دیگه نخواهیم دید؟ ما زمان تیم ملی چند تا خوزستانی داشتیم؟ 7 تا علی آقا، 7 تا. چند نفر خوزستانی داریم؟ چند تا. فولاد 7 تا ملی پوش میداد، 7 تا. الان چرا یه نفر نمیتونه از فوتبال خوزستان معرفی کنه واسه تیم ملیمون؟ چون آدم فوتبالی دیگه نیست. تو فوتبالمون تو باشگاه نگاه کنید، بجز آقای آذری، سید آذری که مرده، واقعا فوتبالیست بلده. خب شاید یه دوره طلایی داشته مثلا فوتبال نه خوزستان. نه من اینو قبول ندارم. یه دوره هم مثلا فوتبال انزلی همچین دوره داشته، حالا پای چرخیده. علی آقا من اینو قبول ندارم، چون من دارم میبینم. آقا تو پرسپولیس هم یه دوره مثلا 4-5 تا بازیکن شمال کشور داشتیم. خب درسته، میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی دوره‌های طلایی انگار تو منطقه‌های مختلف. خب شما نمیتونید، میگیم یه دوره بود دیگه، درسته، چرا نمیتونید یه نفر بدید؟ نمیخوایم بگیم دوتا، یه نفر چرا نمیدید؟ خب یه نفر ما میخوایم، دو نفر نمیخوایم، سه نفر، یه نفر میخوایم. یعنی همه چی الان میتونه فوتبالی نیستن، مدیرامو فوتبالی نیست. آها، من مدیرا رو میبینم فوتبالی نیستن. الان بحث، ببخشید، پرسپولیس ناراحت از چی ان؟ هوادارا، پیرزن 70 ساله میاد بغل باشگاه گریه میکنه. علی آقا بابت چی گریه میکنه؟ بابت چی ناراحته؟ آقا واسه این فوتبال مردم جونشون میدن. پرسپولیس تیم کوچیکی نیست، تیم محبوبیه. من تیمم میخوام بره واسه آسیا، نباید پرواز اختصاصی داشته باشه؟ پرسپولیس نمیگیم پرسپولیس نماینده ایرانه علی آقا، نباید پرواز اختصاصی داشته باشه؟
نباید ساپورتش کنن از یه جای دیگه که آقا این نماینده ایرانه. چرا این اتفاق افتاد؟ این باهوشی برانکو که پرسپولیس ول کرد. میگی چرا؟ اونجا زرنگی تیمای عربستانی کن خواستن تیمای ایرانی رو تخریب کنن، خراب کنن. اومدن دست گذاشتن بهترین مربی ایران برانکو که سه دوره تیم قهرمان کرد. یه واقعیته. اینا رو میگی آدم غمگین میشه خوره. و البته شما از بخشی از فوتبال داری صحبت میکنی که دیدی و لمس کردی و قاعدتا بخش دیگری هم وجود داره. من این شکلی فکر میکنم که دارن سالم کارشون رو میکنن و تلاش میکنن به هر شکل برای سرزمینشون، مثل خودت که سالم کارتو کردی بدون لابیگری، بدون اینکه با کسی صحبت بکنی این و اون و از این قصه ها و از این حرف ها. یعنی مثلا امثال شما اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا میتونیم مثل علیرضا بیرانوند هم مثال بزنیم دیگه. ایشون هم از خیلی خوشحالم. آره خیلی خوشحالم. یه جوونی اومده از لرستان تو تهران، کلی زحمت اومد کشیده، حرف حق زد، گفت من کجا کار میکردم، بله، زندگیم چی، انا حقشو گرفته، داره زحمت میکشه، بهترین گلر ایرانه. آدم افتخار میکنه، واقعا افتخار میکنه. واقعا اون موقعی که تو نفت بود شاید کسی فکر نمیکرد که همچنان خودش زحمت کشید. علی آقا خودش زحمت، او رو پای خودش ایستاد، خودش زحمت کشید. ماشاءاللهش باشه، ماشاءاللهش باشه. خب بریم سراغ روبیکا، همتون بریم تو صفحه فرمول یک، منم برم یه لحظه پای لیدی چند تا سوال بپرسم و خدمتی. یه بخشی رو ببینیم ادامه گفت. خدمتی. من پاشم با عزتون، میکروفونمه، باز شده، تقصیر خودمه، طبیعیه، میذارم تو جیبم. خیلی هم قشنگه. الان کسی بریم سراغ سوال ها در نمایشگرمونم ببینیم سوال ها رو. سوال اول، رنگین کمان چند حرف دارد؟ رنگین کمان چند حرف دارد؟ سوال اولم انحرافیه. بله، گزینه سه درسته. گفتی اشاره کردی بگم دیگه، گفتم یه گزینه سه درسته. نوزدهمین حرف الفبای فارسی کدام است؟ سوال دوممون، نوزدهمین حرف الفبای فارسی کدام است؟ منم فامیلیم زیاست و علی زیا هستم. خدمت شما عرض کنم که نوزدهمین حرف، بله، گزینه دو درسته. من منحرفتون کردم که درست جواب نمید. کوهان شطور محل ذخیره چیست؟ بله، سوالا رو میشیم فکر میکنیم، یه جوری داریم سوال طراحی میکنیم دو سه نفر برنده بشن جایزه ها رو. خب کوهان شطور محل ذخیره چیست؟ گزینه دو درسته. بافت چربی همتون فکر کنین آب و اینه. نه، اگر یک اتوبوس 20 یک اتوبوس 20 پنجره داشته باشد، دوازدهمین پنجره از سمت چپ چندمین پنجره از سمت راست است؟ یعنی چه لقیقه باید فکر کنین راجبش؟ میگیم تو 10 ثانیه جواب بدین. دوازدهمین پنجره، بله، گزینه دو درسته. با توجه به کتاب مجمع التواریخ فرامرز، مجمع التواریخ فرامرز، برادر سهراب به دست چه کسی کشته شده؟ سهراب یه برادر ناتنی داشته به اسم فرامرز. حالا فرامرز رو ما بگیم به دست چه کسی کشته شده؟ بگین دیگه، خودتون بگین، نذارین من راهنمایی کنم. سهراب، رستم، سهراب یه برادر داشته، فرامرز، به دست گزینه سه کشته شده. خب چکاد به چه معناست؟ نه مطمئنی؟ اشتباه گفتم، گزینه دو درسته؟ بچه ها گزینه دو درسته؟ اینجا پس تیکش اشتباه خوره؟ گزینه سه درسته؟ نه، اینجا اشتباه است. من اشتباه نمی کنم،
گزینه 3 درسته. چکات به چه معناست؟ سوال ششم مونه. چکات به چه معناست؟ چکات به چه معنی؟ بله، قله کوه. گزینه 2. آها، سوال قبلی توی روبیکات درست خورده. بریم سوال بعدیش. ابن سینا در سال 402 هجری گرگانج رو به مقصد کدام شهر ترک نمود؟ خدا وکیلی خیلی سوالای خوبیه. یعنی بعضی جاهاش هم تو اینترنت هم نیست، این شکلی طراحی کرده. بله، گزینه 3 درست است. ظروف ساخته شده از شیشه عین الشمس اولین بار در کجا ساخته شدند؟ بله، کجا؟ مهتون میگم، به اشاره دست من توجه کن. همینجور رد میشه، هیچ چیز خاصی اشاره. خب جوابش گزینه 1 هست. این شعر از کیست؟ افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. بله، بفرمایید که از کیست این شعر؟ از کیست؟ بله، پوریای ولی. و سوال دهم و سوال آخر، نام علمی درختی که می تواند در سال با تغییر فصل به سمت نور خورشید و حدود 20 متر راه برود. این درخته 20 متر راه میره، 20 متر این درخته راه میره. واقعا خیلی سوال چیز عجیبیه. گزینه 3 درسته. گزینه 3 درسته. میخوام ببینم چند نفر امروز برنده شدن، چون سوالا سخت. 169000 خوره‌ای شرکت کننده. 81 نفر برنده شدن، فقط 81 نفر برنده شدن. پولا میاد به حسابشون در کاربری روبیکا. یک بخشی رو براتون هر هفته پخش میکنیم در دو قسمت. آقای مسئول اسمشه، خدمت شما عرض کنم که رفیق عزیزم میثم درویشان پور به شدت با استعداد و طناز اجراش میکنه. با هم ببینیم و برگردیم به گفتگومون با آقای کعبی، پسرشون هم به جمعمون اضافه میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. با یک شفافسازی دیگه در خدمتتون هستم. دیگه این ایراد بگیران در کشور به یک حدی رسیدن که دیگه دارن به عوام مردم هم گیر میدن و ایراد میگیرن. مثلا اومدن میگن که شما، یعنی به ما میگن، وام دادید و عرض دادید به یک آدم بی سواد، به یک پیرمرد بی سواد، رفته واردات خارجات کنه اینا ولی نکرده. اصلا اینجوری نیست. اولا اینکه ایشون بی سواد نیست، ایشون کاملا میتونه اسم خودش رو با مداد بنویسه، بی پاک کن، حتی با خودکار هم میتونه بنویسه. عمل چهار عمل اصلی رو خیلی خوب انجام میده، دور در دور، نزدیک در نزدیک رو بدون غلط انجام میده، مخرج مشترک میگیره، عالی. این از این موضوع. دوم که این آقا مشمندلی ما که پیر مردیه، یک ماشین قرازه‌ای داشت که نه بوق داشت و نه صندلی، اومد یه وام کوچولی خواست، ما در حد یک کمکی حدود 1000 میلیارد دلار بهش ارز و وام دادیم که واردات خارجاتش رو انجام بده. خب گفتیم بره استنت برای قلب بیاره، رفت اونجا دید گرونه، گرونی اونور بیداد میکنه، برگشت دیدیم کابل آورده، یه دو تا چارتا کردیم دیدیم خیلی به صرفه هم هست این کابل،
به هر حال کابل مزایای بسیار بسیار زیادی داره در کشور. من مثلا در تربیت فرزند کابل بسیار تاثیرگذاره. یا مثلا ما در محلمون یک آقای بود شعله پخش کن بود، ایشون از پشت ویدیوش کابل به همه همسایه ها داده بود، بعد فیلم شعله رو میذاشت پخش میشد تو محل، همه نگاه میکردن. بسیار کابل تاثیرگذار هست به هر حال. وگرنه اگر بخواید ببینید استند، که اصلا استنداپ کمدین الان تو کشور ما پره، از اون بالا تا پایین همه استنداپ کمدین هم دارن کمدی میکنن. استنداپ اصلا ما استند احتیاج نداریم تو کشورمون. بعد این بنده خدا پیر مرد 80 90 ساله با اون ماشین قرازه یک عمر سپری کرده، این حق نداره یک 70 80 درصدی از سهام یک کارخونه کوچیک خودروسازی رو بخره. به هر حال ما داریم شغل ایجاد میکنیم در کشورمون. بعد خودمون الان ما اصخایی میکنم جا استخ وارد کرد، استابل چی میگی؟ آها استند نیست. استند یعنی چی؟ فنر از من اتاق عمله عزیزم، قلب مردمه، چا فاضلاب نیست که میخواید فنر بزنید. میخواید قلب اوکی بشه یک دو تا چاواکن بریزید توش، مایه چاواکن بسیار تاثیرگذار هست اینجور موقع ها، بریزید گرفت و گیری هم تو رگ و پی قلب وجود داشته باشه میشوره میبره. و خدمتون عرض بکنم که به هر حال ما سعی کردیم که این مشکلات رو در کشور حل بکنیم و این پرونده ها رو من براتون آوردم که دونه دونه مشکلاتتون رو پشت این دوربین و این تریبون برای شما حل بکنم. بله میبینید که مشکل آبمونم خدا رو شکر به لطف، البته ما که کاری نکردیم، لطف خدا بوده و حمایت شما عزیزان، مشکل آبمون هم حل شد خیلی شفاف و زیبا. بفرمایید آقای چه این مزه چاواکنه؟ باحاله این بخشمون، خیلی هم یعنی حالا درسته که طنز تلخیه، ولی ماشاءالله میثم انقدر خوب اجرا میکنه که درجه یکم فوق‌العاده. باز هم میبینین این هم بر اساس یک خبری بود که آقای وزیر بهداشت گفتن که پول استند قلب رو دادن کابل برق، استند قلب رو دادن کابل برق وارد کردن و همچنین جریانی اتفاق افتاده که ما هم به طنز در موردش صحبت کردیم. عدد یک رو به 3-73-73 پیامک کنین، یک نرم افزاری صاحبش بشین و 100 میلیون تومان بدون سود و 5 میلیون تومان بلا عوض بعد از اینکه در اون نرم افزار عضو شدین به شما برای کسب و کارتون پول داده خواهد شد. خب آقای کبیر دوستان، تو سوال کوتاه دیگه ازت بپرسم، بعدم آقا بردیا رو دعوت کنیم که ببینیم بردیا پرسپولیسی استقلالیه. پرسپولیسی استقلالی بردیا؟ حالا خودش هم میگیم بگیم همون. آقای قطبی یه زمانی گفت لپتاپ منو میشکنه، کی شکست لپتاپشو؟ خب لپتاپشو اون سال علی آقا اون سالی واقعی لپتاپشو شکست. بله بله لپتاپشو شکوندن. عجب شهر بودی شما. آره نه من نبودم. نه شما که. آره آره کلن خب کلن کلن تو اردوی فوتبالیستا این اتفاقات میفته همه جا کل دنیا، اصلا فقط تو ایران نیست کل دنیا. خب این لپتاپش رو شکوندم، ما داشتیم تمرین میکردیم، بعد از برگشتن که آقای قطبی میره لپتاپش رو چک میکنه، چون نزدیک تمرینمون لپتاپش یه جایی گذاشته، یه نفر از بچه ها که بره دستشویی و برگرده با استوک رفته رو لپتاپش دیگه عیناً، چون من دیدم آقا کریم دیده، واقعا من اون صحنه همه ناراحت شدن، همه کلا بازیکن‌ها همه ناراحت شدن، چون لپتاپو یه جوری شکونده، چون کل زندگیش داخل این لپتاپه، کل زندگیش داخل این لپتاپ و لپتاپو شکوندن. اون یه واقعیت. بله کی مگه بهتره دیگه، فیش حقوقی ندارم شکایتمو کنن آزاد بشم دیگه.
ماشاءالله هر از ما شکایت کردن با فیشوقی دیگه فیشوقی هم ندارم. اسم نیاریم بهتره. چون مهم نیست اسم بیاریم نیاریم هیچ اتفاقی نمیفته. پس واقعی پس رپتاش یکی از بازیکن‌های پرسپولیس اون زمان؟ بله چند سال پیش اون سالی که جف. فکر کنم اون سالی که قهرمان شدی. بله اون سالی جف. که قهرمان شدی. شرایط پرسپولیس و استقلال در فصل جاری چجوری می‌بینی؟ مربی‌ها بازیکن‌ها که گرفتن؟ خب وضعیت دو تا تیم کلا هر سال وضعیت خوبی دارن. خب الان وضعیت استقلال میخوام بگیم چون الان میگن چون پرسپولیسی اول از پرسپولیس شروع میکنه من از استقلال من شروع کنم چون واقعا دو تا نماینده ایران تو آسیا میخوان شرکت کنن به خاطر آبرو فوتبال ایران به نظر من امسال استقلال بازیکنای خیلی خوبی گرفته مربی خیلی خوبی گرفته چون واقعا مربی هم بازیاشو دنبال میکردم اون موقع که تو روسیه بود تو اینتر بود این مربی جوان بازیکنای خیلی خوبی گرفته خدا کنه بازیکنای که جوابگو باشن واسه مربی چون واقعا مربی با کلاسیه مربی خوشستی مربی خیلی خوبی انشالله بتونن اینطوری مربی ها بزرگ بیان تو فوتبالمون خدمت کنن پرسپولیس هم وضعیتش با رفتن برانکو وضعیت نمیگم وضعیت جالبی نداره همون بازیکن ها موندن شاید یه نفر دو نفر رفتن فقط امید پرسپولیس به هواداراش کل امید پرسپولیس به هواداراش هوادار نه تو ورزشگاه فوتبال هیچ لذتی نداره من به نظرم پرسپولیس امسال هم میتونه قهرمانی که اصلا شک نکنید پرسپولیس همون پرسپولیسه شاید با رفتن برانکو اتفاقات عجیب و غریب افتاده پیش هوادارا پیش بازیکن یه شوک وارد شده فقط هر چی باشه پرسپولیس پرسپولیسه شما هم قلبا پرسپولیسین من گفتم کل خانواده‌ام استقلالیان از دم به جز من خوزستان انگار استقلال استقلالیان به جز من پرسپولیسیم که اون موقع بچه بودم ها یه واقعیت بهتون میگم دروغ نباید گفت بچه بودم اون که محلاتی میرفتیم من استقلال رو دوست داشتم دیگه اتفاقات که بازی ها رو دنبال میکردیم و نمیدونم فلان اینا پرسپولیس و بازیکناش رو نگاه میکردم من قلبا پرسپولیس رو دوست دارم از ته دل هم دوست دارم به خاطر اون حمایتی که از من کردن تو پرسپولیس که اون سالی که فوتبالم محو شد همون هوادارا که حسین کعبه دوباره برگشت رو تیم ملی خب همین که شما اینقدر قدردان زحمتایی که برات کشیدن هستی دیگه مردم که اینقدر قدر شما رو میدونستن و همین الانم هم خیلی عزیزی درسته که برخی از مسئولین به هر شکل آنگونه که شأن شما بوده با شما برخورد نکردن و حیف که این اتفاق افتاد. آقا اصلا من مسئولین واسه من مهم نیستن. مهم مردمن. چون من اگر هوادار یا مردم منو نمی‌بینه تو خیابون حمایتم نمی‌کنه حسین کعبی نمی‌شدم. ما هر چی داریم از اینا که میان تو ورزشگاه تو گرما تو سرما ما رو تشویق می‌کردن که من حسین کعبی من هر کجا هنوز که هنوز 13 سال فکر کنم از بازی‌های جام جهانی گذشت هنوز حسین کعبی به اون اتفاقی که با پرتغال افتاده میشناسنش خب بابت افتخار من دستشون رو می‌بوسم اون که با من دشمنه اون که با من خوبه چون واقعا یه برنامه‌ای که آدم بگه واقعا حمایت مردم که من حسین کعبی شدم دمشوگه آقا بردیا بیاد تو داخل و من فکر نمی‌کردم که با آقا بردیا گپ بزنیم از منم پروفه ها میکروفون نصب کردن بکردم میکروفون سلام علیکم حال شما چطوره خوبی؟ بله پیش شما پیش باباش با شما طرفدار استقلالی پرسپولیس؟ پرسپولیس چرا؟ چون پرسپولیس قهرمان یعنی استقلال رو دوست نداشتی به خاطر بابات پرسپولیسی شده شاید؟ بله به خاطر بابات پرسپولیسی شدی؟ و بعد خودت میخوای فوتبالیست بشی؟ بله چرا؟ چون دوست دارم یعنی مثلا پولش خوبه، شهرتش خوبه یا استعدادشو داری؟ همین استعدادش خوبه؟ خیلی خوبه چپایه، تو خانواده ما چپا نداری فقط این چپا در اومد تو خانواده ما همه راست با هم داشتم شو همه فوتبالیست هم فقط بر بیا چپا در اومد تو خانواده ما و بعد خودت تمرین میکنی باهاش جدی؟ از الان باید اصلا تمرین کنه یا نه؟ چون من یه مدرسه فوتبال چند روز پیش یکی از بچه ها چون میشناسمش فرستادمش چون الان گفتم وضعیت مدرسه فوتبال خودت مدرسه فوتبال نخواهی زد؟ 100% میزنن تو استان خودم تو خوزستان آفرین 100% به خاطر اون جوانای به خاطر اون آدمایی که ضعیفن به خاطر همون عددی که گفتی 7 نفر تو تیم ملی از خوزستان بوده و الان نیست من و حیفه این من قول بهت میدم یعنی یه بازیکنای معرفی میکنم قول بهت میدم چرا چون ما تو دهاتای خوزستان بازیکنای فوق العاده ای داریم من میرم اون کارو میکنم چون واقعا خیلی یا دستشون ضعیف دستشون به جیبشون نمیرسه من میخوام یه کاری بکنم که هم فوتبالمون پیشرفت کنه هم استانمون پیشرفت کنه من دوست دارم یه نفر مثل حسین کعبی مثل بردیا مثل یه نفر دیگه که بیاد اینجا بشینه مردم رو کمک کنه نگاه مردم
نگاه خوب باشه. من اتفاقا به نظرم اتفاق خیلی خوبی افتاد تو فوتبال خوزستان. ایشالله زود این مدرسه فوتبال رو بزنیم. بردیام که خود شاگرد شماست و ایشالله جز افتخارات تیم ملیمون بشه. ممنونم از دوتتون. متشکرم. اگه حرف پایانی داری به ما بگو. ممنونم من بابت این که منو دعوت کردی تو این برنامه ممنونم. عزیزم شما افتخار داری. با جون دل دارن کار میکنن. ممنونم از مردم ایران چه واقعا تو این 25 سال منو حمایت کردن، با جون دل از من استقبال کردن، با جون دل حسین کعبی تشریف که من دستشون رو میبوسم. متشکرم. بردیا جان ممنونم از شما که اومدین. خیلی متشکرم ازتون. مواظب خودتون، خوبیاتون و لبخندتون باشین. متشکرم که برنامه ما رو دیدین. شب ساعت 11 جوانای والیبالیستمون اینجا.